هم دو سپاس با خداوند سبحان و درود به پایان بر روان پاک تمام انبیاء الهی و محمود وسیق در برنامه برگشت به قرآن در تلویزیون جهانی زرین خدمت شما بیننده گرامی هستم و سعادت و خوشبختی جای سعادت و خوشبختی است که خود را باز هم در خدمت عزیزا و علاقمندای قرآن و علاقمندای برنامه میبینم و ضمناً دوستا و عزیزای ما که موافق هستن و موافق نیستن خدا همراهشان باشه، یکی برنامه مرا میبینن، یکی دو ساعت وقت برش میتن یا کم و بیش هر قدر که هست، برای من جای بسیار خوشی و سعادت است و لطف و مهربانی که میکنن از تبصرهایشان، از کامنت های عزیزا بسیار زیاد ممنون هستم. و ضمناً یک تعداد دوستا سوالات هم طرح میکنن که سوالاتشان خب بعضی سوالات است که میشه فرزند من بسیار مختصر یک تفسیری باید بکنم، اما بعضی سوالات است که کار یک برنامه است یا حداقل نیم ساعت برنامه یا یک ساعت برنامه را آدم بگذرانه، اینا اون را میگذاریم برای آینده انشاءالله. مثل از یکی از دوستا آقای سرور، فاروق سرور یاد کردن که در مورد آیه 34 سوره نساء در مورد حقوق زن و شوهر و یعنی مسائلی که زن اگر در حالت نشوز هست در فامیل سرپیچی و سرکشی میکنه چطور برخورد شود، از این مسائل که یه جنجالی یک آیه است که باید توضیح داده شود، وقتی کافی کار داره که انشالله روش صحبت بکنیم، گرچه در گذشته هم روش صحبت کردیم اما باز هم فرصت میسر شود انشالله که روش صحبت خواهیم کرد. یک بیننده محترم دیگه ما خواهر عزیز ما پلوشه جان ارغندیوال که از آلمان هستن، اونا هم بسیار لطف کردن یک موضوع یا یک مطلب را کپی کردن اونجا ماندن و بسیار لطف کردن، تشکر میکنم ازشان. در مورد حیات برزخ، یعنی حیاتی که پس از بعد از مرگ انسان و قبل از بعث، قبل از زنده شدن پس از مرگ، آلت حیات برزخ نامیده میشه، راجبه او ماندن که بازم قابل تمجید است، لطف میکنن، مهربان هستن و چون مطلب یک ذره زیاد بود همیشه نخوندیم یا دقیق بگویم نخوندم، متوجه شدم در مورد چیز برزخ است. بیننده ما عزیزای ما میخواین مطالعه بکنن مطلب، هر مطلب را که ما مطالعه میکنیم یک برداشت میکنیم، سوال بس پیش ما برای ما ایجاد میشه یا سوال ما که داشتیم قبلا پاسخ گفته میشه و ضمنا بخصوص که مستند باشه اگه آیه قرآن میارن این مسئله دیگه، دوستا و عزیزای ما میتونن که اونا را وقت اگر داشته باشن مطالعه میکنن. و یک تن از بیننده دیگه ما شیلای آریا یاد کردن که چرا اسلام آزادی اندیشه و تفکر را سلب میکنن. ببینید آزادی، مسئله آزادی عقیده و آزادی بیان بسیار صحبت کردیم و باز هم صحبت میکنم، باید صحبت بکنیم تا وقتی که در جامعه ما جا بفته، تا وقتی که در جامعه که قرنها و مفکوری دیگه کشانده شدن یا برده شدن، اینا را بتانیم که تا اندازه متوجه بسازیم که حقیقت دین اسلام اون چیز نیست. این اکیات میکنن که چرا اسلام آزادی اندیشه و تفکر را سلب میکنه، اگر به عوض اسلام کلمه مسلمان نوشته بکنیم بسیار منصفانه هست و ما هیچ مشکل امراش ندارم که مسلمان ها در هر کشور اسلامی، اگر به نام اسلامی که ما داریم امروز 50 یا در حدود 50 کشور که هست، یعنی هیچ آزادی عقیده و آزادی بیان اینا اونطوره که باید باشه نیست. البته وجود داره، یک اندازه وجود داره، تا اندازه محدودش ساختن، بسیار زیاد محدودش ساختن، اما قرآنی نیست، اسلامی نیست، پس به او خاطر مسلمان است که همچون کارهایی میکنه به خاطر منافع خود، به خاطر حفظ قدرت خود. برای اینکه اگر همی آزادی باشه شاید قدرتش بیشتر دوام نکنه، مردم بیشتر زودتر بیدار میشن، آگاه میشن، حق خود طلب میکنن، میخواهند میفهمن که کسایی که سر قدرت هستن کسایی نیستن که اونا
کسایی باشن که به درد از اون ملت بخورن، به درد از اون مردم بخورن و حیات سیاسی خود را سیاست مدارها به مخاطره میبینن، به خطر میبینن، به اون خاطر سلب کردن. آزادی بیان هم سلب کردن و آزادی عقیده هم سلب کردن. اسلامی قطعا نیست. آزادی بیان و آزادی عقیده گفتم بازم به فرصت انشالله روز مصوبت های دارم، چرا من وقت سر آزادی عقیده و بیان بیانم آیات متعددی هست که باید روش تفسیر بکنیم، صحبت بکنیم. اما اگر بخواین که برنامه قبلی رو ببینن هم میتونن که متوجه شوند که نه همچون چیزی در اسلام نیست، بلکه متاسفانه در بین مسلمان هم هست. آقای محترم عبدالانسان نوشته کردن که انتباه آقای وزیر از قرآن انسانی است، ای کاش در قرآن امکان اصلاحات می بود اینا، که من تمجید میکنم آقای محترم عبدالانسان با وصفه که اونا یعنی پابند زیاد از کتاب و اینا خود را نمیدانن که محترم هستن واقعا، اما به نامی من را میبینن جای خوشی است، یا برادران و خوارهای دیگه ما که به او سمچاری برنامه، برنامه آزاد است، برنامه عزیزهای ماست، به زبان فارسی است، هم زبانهای ما و افغانهای عزیز ما، هر کدام واقعا میبینن، میشنون، انتخاب به دست خودشان است. من برشان انتخاب نمی کنم، توضیح میتونم بله نظر داشتم در مورد توضیح میتونم، انتخاب به دست خود میبینید و عزیزهای ماستن. و محترم آقای عبدالنسان هم که یاد میکنه که اگر ای کاش امکان اصلاح در قرآن میبود، و ما اگاهی را یاد کردیم در قرآن کریم، همیشه قرآن کریم یاد میکنه که شما دنبال بهترین ها بره در سوره زمر، اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، یعنی دنبال آیه فکر میکنم 55ش باید باشه از سوره زمر، آیه 55 دوستایی که میخوان ببینن بله، آیه 55 و تبعوا احسن ما انزل الیکم ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتتا و انتم لا تشعرون، شما پیروی بکنین بهترین اون چیزی که برای شما از جانب خدا نازل شده. منظور ما برداشت ما نیست که بهترین چیز، یعنی ما با کدام شرایط قرار داریم، ما دنبال اونمو بهترین چیزهای بریم که در اونمو مقطع زمانی میتونه درد ما را درمان بکنه، علاج ما بکنه، مشکل ما را رفع بکنه. ما دنبال اون چیزهای مسلمان نباید دنبال اون چیزهایی بره که اصلا امروز به درد ما نمیخوره، یا امروز کاربرد نداره، یا امروز وقتش نیست بردن. امروز مسئله جنگ اینا در کشورهای با صلح و سلامتی زندگی میکنیم، چرا ما آیات جنگ زیاد سرش تفسیر بکنیم؟ اما اگر در یک جایی هستیم که تعرض و حمله و اینا هست، میبینید که قرآن در مورد جنگ چی میگه، در مورد دفاع چی میگه، در مورد تجاوز بر ما چی توصیه میکنه، اگر میخواییم که قرآنی زندگی بکنیم. اما امروز این ضرورت برش نیست، یک دنیای صلح و سلام زندگی میکنیم و امیدوار هستم که ما بتونیم دنیای خود را، کشورهای خود را هم کشورهای پر از صلح و سلامتی بسازیم، به حقی که است، به آبرو و عزتی که است، به دین و دیانت و باورهایی که است ما تجاوز، نه تنها که تجاوز نکنیم، بلکه باید احترام بگذاریم. اون وقت است که یک دنیای پر از صلح و سلامتی ایجاد میشد، من انشاءالله به مرور زمان. و یک تن از زندگی ما محمد یوسف صفا نوشته کردن که همین روشنگری ها اینا معمولا خب بزنس و تجارت دیگرها را خدشمدار می سازه و اینا، ولی موضوع است که هر قدر انسان ها روشن شود در یک جامعه، بدون شک همون بزنس و تجارتی که بخصوص در مورد دین ازش صورت گرفته که پرمنفعت ترین بزنس است امروز دین برای بزنس معنا، و هم میتونن که مردم وقت روشن شد دیگه از اونا دور میشن، فاصله میگیرن، حق خود را به دست خود میگیرن، به دست انسانهای دیگه نمیسپارن، واضح است که کساد پیدا میشه و این باید صورت بگیرن، هرچی زودتر بهتر. اگر مسلمان ما غافل باشه و هنوز هم خوش باوری بکنن، قرنهای دیگه هم شاید هم به این شکل دوام بکنن، اما مسلمان ما که آگاست
و بیدار است و تبو تلاش بکنه و دیگران را هم تنویر ما بکنیم. تنها بر خودمانی کافی نیست که ما خود ما بگیم والا من الحمدلله که من امروز درک کردیم و میفهم من دنبال از این طبقه نیستم. میبینیم که قرآنم چی میگه، کتابم چی میگه، اما این کافی نیست. با استفاده از این میدیا و از این تکنیک و تکنولوژی که ما داریم میتونیم به سرعت همچون چیزها رو برسانیم. از من میشنویم یا از کسی دیگه میشنویم یا کسی کامنت میگذاره چیز خوب و منطقی و اصولی و قرآنی و اینا هست، برای هر کس شیر بکنیم. وظیفه هر کدام ما هست. حدیث پیامبر گرامی که ما برش ایمان دارم به او حدیث، یا بگویم به او حدیث، یا مو حدیث است که مطابق قرآن کریم است، مطابق قرآن کریم است. یاد میکنه که بلغو عنی ولو آیه، شما از مگر یک آیه شنیدین برسونین برای دیگران، آیه را درست بفهمیم برسانیم. یک حقیقت را درک کردیم که این انسانی است، هر چیز انسانی اسلامی است، یا هر چیز اسلامی میتونه انسانی باشه، مگر اینکه مسلمان تغییرش داره، تحول داره، منافع و مطابق منفعتهای خود تغییرش داره. اون مشکل مسلمان است که ما تا امروز داریم و فکر نکنیم که به میزودی هم رفع شود. اما باید در ایران تپ و تلاش کرد. با این امکاناتی که ما داریم میتونه بسیار و سرعت تغییر در ما ایجاد شود. بله آقای نور مطلب را یاد کردن که اگر در مورد آیه نوم سوره هجر یک تشریح بتم یا توضیح بتم که آیه مبارک است که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما این ذکر را نازل کردیم و ما حافظش هستیم. که ذکر البته کلمه قرآن کریم یاد نشده در آیه 19 در آیه 9 سوره هجر، اما ذکر میتونه قرآن کریم باشه، میتونه تورات انجیل باشه، میتونه هم کتب آسمانی، اینا کلشان ذکر است. چرا میایم در بحث، یک بحث ان شاء الله در آینده داریم سر اهل ذکر که کی است که قرآن کریم ما را دعوت میکنه که از اهل ذکر پرسان بکنین، یعنی منظور کی است؟ سر از صحبت های میکنه من اطلاع. اما این که امی آیه مبارک ما ای قرآن را اگر بیاییم ذکر ما، چون مسلمان پیرو از کتاب هستیم، بیاییم بگیریم که همی ذکر قرآن کریم، ما ای قرآن کریم را نازل کردیم و ما حافظش هستیم. در طول قرنها مسلمان به او عقیده بوده که قرآن کریم یک نقطهش پس پیش نشده و تا بالا نشده، یک زیر و زبرش تغییر نخورده، یک حرفش کم زیاد نشده. به این حساب مسلمان اگر گرفته بود که مسلمان ها در طول تاریخ گرفته بودن به میشکل، غلط محض است. من که میگم غلط محض است، اشتباه است، برای از این که من سند آوردیم براتان نشان دادیم، مکمل نشان دادیم. چرا من هیچ وقت یک چیزی را وقت مطمئن 100% درش مطمئن نباشم، یا ایست که من این قاطعیت بیان نمی کنم، یا اگر بیان بکنم میگم برداشت من میتونه یک چیزی هست، او رو نشان دادیم که واقعا حداقل یک کپی یک براتان نشان دادیم از قرآن کریم ورش، یکی هم از حفظ که ما داریم امروز و یکی هم ورش هست. تقریبا 400 جای تفاوت های جزئی از این طریق از این قبیل بوده وجود داشته، 400 جای من نشانی کردیم، نشان برتان دادیم. و ضمناً اخیراً یک کتاب یک کسی نوشته کرده، یک کتاب است که کتاب است به نام Corrections in Early Quran Manuscripts. بله چیزش هم پوش کتاب برتان گذاشتین، دوستایی که میخواین مطالعه بکنن، اهل تحقیق هستن، میخواین یک کمه که اگر خورد بسازین نامش هم اگر چیز بیاید که نام مکمل نویسندش، نام نویسندش هست دانیل آلن بروبیکر، دانیل بروبیکر است نامش. و کرکشن یعنی تصحیح یا تصحیحات در کاپی های قدیمی قرآن کریم که 20 اگزمپلز اینجا نشان دادن، 20 مثالش در این کتاب آوردن، یا قسمت بیشترش هست که برتان عکسو گرفتم. ببینین معلوم میشه که بعضی چیزایی که گفتم علاوه شده، بعضی چیزایی در روجا دیده میشه. و ای که میگن که 20 مثالش در این کتاب، 20 مثالش در این کتاب
آوردن عکاسی کردن که انشاءالله در وقت معینش من روش صحبت میکنم، چون من کتاب تا حال خلاص نکردم. کتاب است که تازه به نشر رسیده، هنوز ما تمامش نکردیم و انشاءالله که در آینده بتانیم رویش یک صحبت بکنیم. و اینا معتقد به ای هستن که چون کتاب است در دکترای خود کار میکردن، این کتاب نوشته کردن، تیسس دکترایشان از درقت در مسائل اسلامی و بخصوص در مسائل تغییراتی که در قرآن کریم اونا فکر میکنن هست. و اتون معلوم میشه تا جایی که من مطالعه کردیم، بسیار کمشه مطالعه کردیم، معلوم میشه که اکثر جای گفته خود ما خودشان دیدن رو دیدن و کتابا را و عکاسی شده و آوردن 20 مثال در قرآن کریم، در همین کتاب خود 20 مثالش آوردن و درج کردن که انشاءالله با وقتش صحبت روش خواهیم کرد. اما امی که آقای نور یاد کردن که اگر در این مورد تشریح بدیم، بله مسلمان ما به یقیده بوده همیشه هست، امیدوار هستم این تغییرات در خود ما ایجاد بکنیم. چرا ایجاد بکنیم؟ برای از اینکه قرآن ما میدونیم قرآن کتاب ماست، برش ایمان داریم، میگیم هر حرف هر کلمه و ایناش، ولی مبالغه به حد از حد زیاد نباید بکنیم که پیش خدا هم مسئول هستیم و پیش جامعه بشری ما هم مسئول هستیم. و ما در امی مورد بعد از کلیپ هایی را که دیدیم، دو سه جای است که من دو سه به زبان فارسی از هم زبان های ایرانی ما، مسیحی های ایرانی ما و ضمناً به زبان انگلیسی کسایی که کامنت ماندن نوشته کردن که چون مسلمان های تر فکر میکنن، برای ما همیشه گفتن که کتاب ما مسلمان ها یک نقطهش پس و پیش نشده، کتاب شما تمام تغییرات در شما تحریف شده و تغییر خورده و اینا. این واقعا همین جفایی بوده که ما کردیم، اینه ما جفایی بوده که کردیم که تا امروز مسلمان، همه چیز مسلمان خوب است، همه چیز غیر مسلمان خراب است، همه چیز مسلمان قابل قبول خداست، همه چیز غیر پیروای محمد صلی الله علیه و سلم همش مردود است. چیزایی است که اشتباهی غلطی بسیار طفلانه و جاهلانه یک تعداد زیاد مسلمان ها است و همون چیزا خود از اینا مدعا میکنن که خود از همون چیزا بار اینا را مجبور ساخته، اینا را مجبور ساخته که ببینن که خیلی در خود قرآن، آیا قرآن راستی زیر و زبرش حفظ شده؟ آیا هر نقطهش حفظ شده؟ آیا یک حرفش تغییر نخورده؟ و میان کتاب ها نوشته میکنن امروز که نه، زیر و زبر هم تغییر خورده، حرف هم تغییر خورده، پس و پیش هم شده. حتی اینا آقای دانیل بروبیکر یاد میکنه که یعنی 20 جای خودشون تغییرات چه آوردن که عکاسی کردن. مطلب امروز ما سر مسئله امر به معروف و نهی از منکر که آیا چی است؟ امر به معروف همین چیزی است که امروز در کشورهای به نام اسلامی وجود داره. آیا قرآن کریم همین توصیه را میکنه؟ که طالب چی میکنه؟ طالبای ایران و طالبای افغانستان یا طالبای عرب؟ خود طالب است دیگه. چی میکنن واقعا؟ آیا همین چیزی است که قرآن تایید میکنه؟ آیا همین چیزی است که عقل انسانهای متمدن که ما امروز در قرن 21 زندگی میکنیم ایجاب میکنن؟ همچون یک چیزی را، آیا همچون کنترول هایی که امروز به نام امر به معروف و نهی از منکر میگیرن که بخش ها و دیپارتمنت هایی داره در کشورهای به نام اسلامی، آیا اینا سلب آزادی عقیده انسان ها نیست؟ آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی انتخاب که یکی از تن از بینیدهای ما به این سوال کرده بودن چرا اسلامی کار میکنه؟ حق دارن که این سوال بکنن، مسلمانی کار کرده. پس امر به معروف و نهی از منکر یعنی چی؟ و ضمناً یک بیننده ما محترم دیگه ما در برنامه قبلی از ما سوال کردن کمی مسئله مبلغین از کجا آمد، این مبلغین یعنی چطور آمد، چطور ایجاد شد فتواها و این مسائل، که من برشان وعده کردم در برنامه قبلی، وعده کردم که برنامه بعدی را سر مسئله امر به معروف و نهی از منکر میگیریم، یک برنامه دارم گفتم که یام درمون میگنجه روش صحبت میکنم و امیدوار هستم که بیننده برنامه ما باشن و برنامه را ببینن که اگر بتانیم که یک اندازه توضیحی در این مورد داده باشیم. مسئله امر به معروف و نهی از منکر یک بخش عمده است که امروز در کشورهای به نام اسلامی
از او استفاده کردن که مردم را مطابق اون رقمی که خودشان میخواهند لباس بپوشن، مطابق اون چیزی که خودشان میخواهند باید حرکات و لباس و هر کارشان باید کنترل بکنن، باید کنترل بکنن. و آیا همچون چیزی در قرآن کریم تایید شده؟ آیا قرآن کریم این را سفارش کرده یا ایست که از خود اینا ساختن؟ اگر قرآن کریم سفارش کرده، آیا مطابق دستور قرآن یا حرکت میکنن یا ایست که باز اون را تغییرات درش ایجاد کردن مطابق میل خود ساختنش؟ اول قرآن کریم بیننده ما همه آگاه هستن که بارها کلمه بلاغ، ابلاغ اینا ذکر شده که بر پیامبر خود محمد صلی الله علیه و سلم میگه که و ما علیک الا البلاغ، وظیفه تو نیست مگر بلاغ، بلاغ و تبلیغ و اینا تمام یک ریشه داره دیگه. یعنی بلاغ رساندن معنا میده، یعنی وظیفه تو نیست و پیامبر مگر پیام بر دیگران برسانی. یعنی پیام تنها بر خودت نیست که خودت پیش خود نگاه کنی، بلکه تا جایی که امکانات برات میسر هست ایره بر دیگران باید برسانی. که خوشبختانه ما امروز در قرن 21 ما همین کارا را از طریق یک تلویزیون و کامره و فیسبوک و هر چیز دیگه که هست از اون طریق همه انجام میدیم و ایره در ایران کوشش بکنیم که کسایی که از دین اسلام صحبت میکنن که مطابق قرآن مسائلشان باشه، تا جایی که مقدور است باید این کار صورت بگیره. پس قرآن کریم یاد کرده بله مثلا تبلیغ آیات شمه امروش صحبت میکنیم. و ضمناً یکی از آیات دیگه که در سوره آل عمران است، سوره آل عمران که سوره سیم قرآن پاک است، آیه 104 شاد میکنه ولتکم منکم امتون یدعون الى الخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. از شما باید یک امت باشه، یک گروه باید باشه که دعوت بکنن به سوی خیر، یعنی امر به معروف و نهی از منکر بکنن، و اینا کسایی هستن که مفلحون، رستگار هستن. یعنی قرآن کریم رو تایید میکنه. و در سوره توبه یک اشاره در این مورد صورت گرفته، مشارنی که یعنی دقیقاً واقعا یاد کرده، فکر میکنم که آیه 122 است از سوره توبه و ما کان المؤمنون لینفروا کافه. البته در مورد جنگ اینا قرآن کریم یاد میکنن که مسلمان همه نباید به جنگ برن، بلکه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. یعنی یک گروه باید باشه که دین مطالعه بکنن، وی کسایی که میرن بعد جنگ و دفاع از خود و دفاع از ملت و آیین و هر چیز دیگه، یا مسئول کار و زندگی و دیگه خود اصلا نمیتونن، اما فرصت برشان میسر نیست که خودشان بتانن بیشتر مطالعه بکنن، وقتی میگه برمیگردن از موالت میاین مورد شما از ما میپرسن، شما برشان توضیح بدین. لینذروا قومهم، هشدار برشان داده شد. ببینید اینا تماما آیات هست، گفتم که آیات قرآن کریم واضح هست، بسیار واضح هست که یک کسایی باشه که وقت فرصت یک فرصت بیشتر در این موارد بده که مطالعه بکنن و بتونن مردم خود به راه راست هدایت بکنن، راهنمایی بگویم که مردم خود راه راست بر مردم خود نشان بدن، راه راست نشان بدن. اما امروز درست برعکس شده، راه غلط بر مردم نشان میدن اکثرا. امروز از این قرآن، اگر ما از این قرآن صحبت نمی کنیم که با تأسف تمام اکثریت وایزین که آدم می بینه می شنوه، اینا از روایات صحبت می کنن. حتی گفتیم که ولو یک آیه قرآن می خوانن میرن دنبال روایات، تفسیرش با اونم روایاتی که ساخت انسان ها هست
و به نام پیامبر گرامی ما منسوب کردن، نسبت دادن، تا بتانند که مورد قبول مردم قرار بگیرن، مردم خوش باور قبولش بکنن. مردم وقت بر خود وقت نمیتن که قرآن خود مطالعه بکنن، کتاب مطالعه بکنن. امروز عصر تکنولوژی و ترجمه های مختلف وجود داره، مطالعه بکنن ببینن که قرآن چی میگه، و ضمناً از عقل سلیم خدا بهره باید بگیرن، کاملا موندن و از ملا مشنون که ملا چی میگه از منبرها، ملا چی میگه از وبسایت ها. و این حال مسلمان است که روز به روز بدتر شده میره. یعنی او چیزی که قرآن که این تایید میکنه او است که یعنی امر به کار پسندیده و خوب و نهی از کار بد. این امر و نهی خودش چی است؟ ببینید در دو مرحله میتونه که دو چیز متفاوت باشه، متفاوت بگویم یا از همدیگر فرق میداشته باشه. ولی یکی امی امر به معروف و نهی از منکر، خود والدین کاملا امی وظیفهشان هست. هر والد، هر پدر و مادر مکلف هستند که تا وقتی که اولادشان به سن رشد و بلوغ عقلی و جسمی خود نرسیدن، این وظیفه پدر و مادر است امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف و نهی از منکر به شکلی که یعنی وادار بسازن که اولادش همونطور آموزش پیدا بکنن، آموزش ببینن. یعنی باید قسم برخورد بکنن که بتانه که اولاد چون اولاد نارس است، اولاد طفل خورده است، 2 ساله است، 4 ساله است، 6 ساله، 8 ساله است، 10-12 ساله است تا خب خورده است، اگه طفل خورده است رشد کامل نکرده. و والدینه که بهترین دوست اولاد خود است، اونا بهترین وظیفه امر به معروف و نهی از منکر اونا باید داشته باشند، خودشان آگاه باشند از کتاب خود. اگر حتی ولو والدینی که سواد کافی ندارن، بهترین ها را بر اولاد خود بخواین که اولادشان دور از تعصب بار بیاین، اولادشان دور از نفرت و کدورت و این مسائل بار بیاین، اولادشان چیزهای خوب بپذیرن، تفکیک کرده بتانن خوب و بد از هم دیگر، و چیز خوب بپذیرن چیز بد را رد بکنن. این هر پدر و مادر میتونه که ولو به سواد هم باشه بر اولاد خود تعلیم بده. پس امر به معروف و نهی از منکر به این شکل است که در وادی که اولاد هنوز به سن رشد و بلوغ خود نرسیده، والدین اونا را باید مثل نونهال است که غرس شده. بعضی نهال ها را دیده باشین در لبای ترک اینو میشانن، چون نونهال است در پالوش یک چوب را غرس میکنن به زمین و با یک فیته میبندن همین نونهال را، که چوب چون استوارتر است، محکمتر است، این نونهال که رشد میکنن به اونطور راستی باید رشد بکنن. پدر مادر وظیفهش هم ایست که طفلهایشان راست باید رشد بکنن، اونا را باید پرورش و آموزش بدن. این وظیفه قطعی پدر مادر است. ای به این معنی نیست که پدر مادر برای تو بگه یک بچه میره اگر میکنی کار خوب است، کار خراب است، اگر باز اون دل خودت نه، این دل خودت برای اون به دو مرحله نیست. در اون مرحله پدر مادر باید آموزش بده و طفل باید قبول کرده باشه. طفل باید قسم برخورد چه هم روش که طفل بپذیره که اونمون رایست که پدر مادر داره و اینا رو میخواه که سرشان عملی بکنن و بخیر اولاد که اولاد سالم رشد میکنن. پس در این مرحله تا وقتی که به سن بلوغ عقلی و جسمی خود نرسیده، من کاملا پدر مادران همین وظیفه امر به معروف و نهی از منکر دارن. اما بعد از اینکه اولاد به سن بلوغ عقلی و جسمی خود رسید، پدر مادر بگه به اون شکل تبلیغ امر به معروف و نهی از منکر ندارم، توصیه میتونه بکنه، اما دیگه اونا را ناوقت شده که اگر کسایی نکردن، ناوقت شده که سر از اونا بقبولانه، تحمیل بکنه. 20 ساله 25 ساله از خودشان
یک انسان علایده است در خودشان رای خود انتخاب باید بکنن، بهترش انتخاب بکنن. پس آل او کسایی که از نظر بیاییم آل ایر اگر بیاییم در مرحله دوم امر به معروف نهی از منکر، که امروز متاسفانه در کشورهای ما، کشورهای بنام اسلامی، این مجبور میشه از هر بزرگان 20 ساله 30 ساله 40 ساله از زن و مرد سرش به قبولانن با چوب و با قمچین و با شلاق و با این آن، این وحشت است، این بربریت است، این امر به معروف و نهی از منکر نیست، این تمام اصول قرآنی رو پایمال کردن است، زیر پا کردن اصول قرآنی است. و قرآنی که میگه لا اکراه و دین، در دین جبر و اکراه نیست، چطور سر یک نفر تحمیل میکنه؟ نه، اون انسان بالغ است، اون انسان 30 سال عمرش است، 25 سال عمرش است، دختر یا پسر، کاملا ادامه میتیم، اشکال نداره دیگه. بله، بسیار تشکر برزی که خب چون تازه شروع کردیم. بله، پس در اون مرحله، در اون مرحله وظیفه او کسایی که، او کسایی که آگاه هستند، از دین آگاه هستند، و اگر بخواین که امر به معروف و نهی از منکر بکنن، من فکر میکنم که این وظیفه که ما گرفتیم این امر به معروف و نهی از منکر است. هیچ وقت تحمیل نکردیم و هیچ وقت تحمیل من نمیگم، اصلا نه او صلاحیت را دارم و نه او صلاحیت را میخوام، برای اینکه صلاحیت قرآن برای من نمیده. برای دوستا و عزیزای خود میگم که اینی اینطور یک چیزی هست، اینی رای درست، اینی رای اشتباه، و دلیلش هم میگم، آیه قرآن تو میگه، دلیل عقلش هم میگم، که برداشت ببینید که از اینکه آیا چیز بهتره شما استنباط کردن میتونید. این امر به معروف و نهی از منکر هست که من میکنم امروز با 14-15 سال است از طریق تلویزیون، یا شاید 30 سال است که از طریق مساجد اینایی که ما بودیم، از ابتدایی که آمدیم در امریکا از این کارا کردیم. هیچ وقت هم تحمیل نبوده، هیچ وقت هم با یک صلاحیت ما این کارا نکردیم، برای اینکه پیش ما، من معتقد به این هستم و بودیم و خواهم بود، برای اینکه کاملا قرآنی، قرآن برای ما توصیه میکنه که در سوره غاشیه های 21 تا 26 شما بخونید چی میگه قرآن کریم؟ انما انت مذکر، او پیامبر تو فقط نصیحت کننده هستی، پندهنده هستی، لست علیهم به مسیطر، تو سر مردم کنترل نداری، تسلط نداری سر مردم. او پیامبر بود، خدا میگه تو چیز نداری سر مردم، تسلط نداری، مردم کنترل کرده نمیتونی، با صلاحیت تو این کار کرده نمیتونی که حتما این کار بکنی، اگر نمیکنی شلاق میخوری ابدا. ببینید این زیبایی های قرآن و این ضعف مسلمان بسیار با هم دیگر تفاوت عجیب دارد. زیبایی های قرآن او از آن 400 سال پیش همچو حقیقت را قرآن بیان میکنه بر پیامبر خود، که تو سر مردم کنترل نداری قطعا، حتی پیامبر. و ولی امروز یک چلی و ملای نادان ناجور ناسالم، ببینیم چی کارهایی میکنه در کشورها، طالب ها چی کار در قمچین زدن و شلاق زدن و این مسائل، اینا کاملا ضد قرآنی است. اگر او گروه یک گروه باشه، یک گروه مؤمن و مؤمن واقعی باشه در کشورهای اسلامی، ولو که تلویزیون هم نیست، رادیو هم نیست، هیچ چیز هم نبوده، ولی میتونن که در یک جایی میبینن، ولی یک توصیه میکنن، دوستانه توصیه میکنن که بدون هیچ نوع صلاحیت و قدرت و اینا توصیه میکنن. بلی یا کس از پیشون سوال میکنن، یا اگر سوال هم نمیکنن میتونن که نظر خود بدن، و اینطور فکر میکنم که همین بهترش نیست، تو یک راه دیگهش بهتر است، نظر خود ابراز میکنن. و او انتخاب به دست اونمو کسایی است که ببینن که شاید میفهمن که واقعا یک شکل خوبتر برش بیان کردن گفتن، اون پیش خود فکر بکنه، از عقل خودم کار بگیرم، میفهمم که شاید یک چیز بهتر است. ولی درست میگم، من نمیفهمیدم، خیر ببینم این نفر که من مرا متوجه ساخت. اما وقت تحمیل میشه چی میشه؟
اون سر 25 ساله 20 ساله و 25 ساله و 30 ساله و کلان و بزرگ زن و مرد، خب نفرت ایجاد میشه بر علیه امون نفر، بر علیه امون نظام و بر علیه امون دینی که اون نظام ادعا داره که پیرو از دین است که متاسفانه سوء استفاده کرده، بر علیه امون دین حتی مردم میشورن. یک کلیپ هست، کلیپ بسیار مختصر است، ببینید که در ایران بر علیه همی کسایی که گروه امر به معروف و نهی از منکر است، به خانم ها اونا هم همین کار را کرد میکنن. ببینید که عکس العمل مردم، عکس العمل یک خانم چی هست در مقابلشون. بازم دو سه دفعه ماندینش. برای بیننده گرامی میبینین در اینجا که یعنی چقدر نفرت بر علیه از این گروه در انسان ایجاد میشه. شما فکر کنید که خانم میاید و با چی شتاب باعثه که میفهمه که کسایی که در اونجا کارم میکنن، اما با مو شتاب و عجله میاید و میخواه که اصلا مثل یک چیز وارد تلش میکنم من دادش. یعنی نفرت خدا نشان میده که چقدر اینا نفرت داره از همچون چیزا. برای اینکه یک یا میان و میگن ما چور کلپ هاشون رو دیدیم، میان و میگن که نه موی چادره که تو رست مجم چادره تو تو شده اگذاره یه طرف چیز که موی تجیه تو تارش مالو میشیره پت کوی را یه طرف کوی. یعنی به نزاکتی مز بد اخلاقی و بی‌تربیتی یک انسان نشان میده، او را نسبت میدن بدی. آیا قرآن گفته؟ ابدا نه. سر حجاب ما صحبت کردیم دو برنامه. اول مو حجاب قرآن کریم به اون شکل یاد نمیکنه، قطعا مربوط خود انسان است. سلیقه خود انسان است، خودشان میتونن انتخاب خود بکنن. و بازی که نیره ترکو یک کمک پیش بیار دانت مالو میداشت لبایت چیز کنو بیمه چیم چشمت ترشاو مویت ترشاو. اینا مداخلات در امور انسان ها هست که انسان ها را دیگه به سطو میرسانه که اگر گیرشان بکنن واقعا در یک خفا میزنش که سوت مشت لغت هم میکوشن. در از اینکه از حد خود اینا گذشتن. یا طالب در افغانستان چی میکرد؟ ما شما دیدیم ضرور به کلپ هایشون نیست که یک ذره بجلک یک خانم مالو میشه که در شلاق خمچه بزنن. میایم آیات اینا رو میگیریم، البته آیات در این مورد صحبت میکنیم. برنامه میبرد برگشت به قرآن بفرمایید. سلام علیکم مسیح صاحب. سلام محترم، خوب است این ساعت شما خوب؟ بخشین والا مزاحم شدیم. میخواهش میکنم. نه اصلا مزاحم نیستین، بفرمایید. بسیار خوب موضوع رو شما طرح میکنید، موضوع جبر در اسلام رنج راستی که مجبور ساختن. لکن این زمانی میشه که ما دیگه از امون نطفه و از امون جامعه رو کل این این موضوعات گرفتیم وسیخ سایی. متاسفانه این چار مشکل است که ما بتانیم این روحوس رو بندازیم و بنداز گرچی بفاهمیم که این امون رای خیر است، لکن فاهمم نمیتونه آدم که خوبم و نظر خدا ابراز کنم. بلی. شما فرمودین راست میگه جبل در اسلام نیست، باید از در خود جوامی اسلامی و خصوصا خود جامعه افغانستان حال یک جامعه شده که از ممالک عربی هم اینا را میکشن هم افراطی بودن کلشان به سنگرشان این جامعه متاسفانه از نگاه شریعت دیخی تباه تباه کردن. الان وسیق صاحب از نگاه جبل را گفتید ما میخواییم یک توضیح بخواییم با دین آخر یک سوال بارم از ازتان ببخشید. توضیح این همه تلاش که آل شما فرمودیم که این جبل در اسلام نیست و مسلمان و اسلام فرق داره. اسلام یک مکتب است که اونمو از فقط بنیانش اونمو قرآن شریف است و ما باید از اون پیروی کنیم، از اون بخوانیم. اینال مسلمان کسی است که 100% از اون پیروی کنند، چرا او وحی است، او قرآن کتاب. خب اینال به این موسیق صاحب اخو همیشه از اتان سوال کردیم، باز آمد یک سوال از اینجا میکنم که وقتی که خود این امی قرآن شریف موازی برد میگه ما قرآن در مکه و اومه مکه برای تو نازل کردیم، ما قرآن برای تو و قومت نازل کردیم،
اینا رو ببینیم در آیات موازی برای تعذیبی خواهدی شما گفتیم که قرآن شریف کسی که از این پیگیری کنه مسلمان هست، کسی که نکنه نیست. اینا رو ما بیاییم حتی خود همین سوره ابراهیم ببینیم آیه چاری چیمه نفرستادم پیغمبری مگر به زبان قوم است. در دیگر جایی ببینیم آیات فوق قرآن زیاد هست. دیگر دوم سوره 16 آیه 36 چی میگه؟ براستی که در میان هر امتی پیامبری برگزیدیم. ببینید که سوره 10 هر امتی پیغمبری برای خود دارد. اینا رو من وقتی که ندمی وسیق صاحب که میگم که من عرب کار ندارم، من عجم هستم، من برای خود پیغمبر دارم، برای خود به اصطلاح همون کسانی که در طول تاریخ تیر شده کار نیک کده خوب کده، من خود مستقل هستم، من خود میتونم به اصطلاح پیروی کنم. حال وقتی که من این دین قرآن نظر به گفته خودتان، وقتی که من همین میگم که برادر من در عرب چی؟ عرب تنها مخصوص نظر به گفتار خود قرآن شریف در اون مردم عرب آمده، در اونم قریش آمده، حتی در خود عربای خود عربستان هم نام در خود مختص به قوم قریش. چرا گفته برای تو و قومت نازل کردی؟ واضح قرآن شریف میگه اینا رو وقتی که چون اسلامی طرف آمد وزیخ صاحب واجه در جبر آمد تحمیل است. حالا از بسیار زیاد حالا خود ممالک اسلامی با خصوص تاجیکستان اگالت را گرفته که تا 18 سالگی هیچ کس باید از حق نداره که سر یک تفل تعمیل کنه یک دین یا موضوع ده. فقط موضوع علم دانش تخنیک هر چیزی که هست. اینا رو بیاین در این قسمت من یک سوال دارم بسید اینا خود اشتیاد خود ما میداری کار کنم ما تنها شنونده هستیم بسید فید این کنم مسئله این جای خوشی هست من توضیح میم تنها اینجاست که بسید فید امیر قرآن شریف الهام است یا وحی است؟ امیر قرآن شریف زمانی که خوانده میشه تمام نظرات انسان در این دخیل داره شده. شما ببینید وقتی که در تمام آیات ما میخونیم از حتی حضرت پیغمبر میگه کنیزان تو میدانی بدون این نگاه امین خدا گفته یک من اینا لینه میجا شما برای من توضیح بدین که قرآن شریف وحی است یا الهام است یک و دیگه امین شما به هر دفعه توضیح میکنید چندین قرآن شریف است. خب امین چی برای داره یکی رفعه دادیم در محضر قایره امون پوست کنیم ببینیم که برای تمام جهان اسلام یک قرآن بسیار واضح 100% به اسلام دست نخورده همین چیزی که جهان اسلام قبول میکنه امون رو روان کنم. ببخشید می خواهش میکنم خواهش میکنم لطف کردیم مهربان هستین. ببینیم که اولی که همین قسمت آخره که یاد کردین یک قرآن که در قاهره برن بر تمام جهان انتخاب بکنن همین کار را کردن. میبینید در سال 1924 بود، زیاد یکصد سال هم نمیشه، 1924 سال 1924 بود که همین قرآنی که امروز ما داریم همین قرآن کریم بر روایت حفص عن عاصم در امو اولین بار در خود قاهره امیر ترجیح دادن. پیش از اون روایات مختلف از قرای مختلف بوده، قرای مختلف هر کس مثل ورش و حفص و دوری و اینا چندین روایاتی که مسیح چهار تاش خودم هم دارم در خانه البته وجود داشت. اما قاهره می تصمیم گرفت در سال 1924 یعنی 100 سالم نمیشه تصمیم گرفت که در خود قاهره چیز حفص باید باشد، همین روایت حفص مرسوم شود، رسم شود یا معمول شود. امتحانی بود، دیدن که نتیجه خوب تر داد از اون یک ذره فراتر رفتن. چند سال بعدش امیر گفتن که روایت حفص سر تا سری شود در مصر و چند سال بعدش عربستان هم این تصمیم گرفت که امیر روایت حفص مسلمین همه امیر روایت حفص بگیرن و شروع شد این چاپ ایناش که امیر چرا چاپی که امروز ما داریم. یعنی از 100 سال نمیشه 95 سال تقریبا 95 سال پیش بوده که عربستان هم این تصمیم گرفت و امروز 95% جهان اسلام این قرآن کریم حفص بر روایت عاصم
بر قرائت عاصم بر روایت حفص همین مرسوم است، همین معمول است. 95% دیگر راویا، دیگر راویا یک تعدادشان بسیار اندک مرسوم است در بین ممالک عربی و افریقایی اینا، و عمده ترینشان بوده که من ورشک براتان آوردم، کپی ورش قرآن کریم ورشک آوردم نشان دادم که تفاوتایی که 400 تفاوت جزئیایی که وجود داره که البته پیش من شخصا به هیچ هیچ مشکل من ندارم، برای اینکه من به یقیده نبودیم که نقطهش پس پیش نشده و زیر و زبرش مسلمان مسلمانه به مشکل آوردن. تا من یک مشایخ عربم ماندم براتان که میگفت که بیان یک کپی از سراسر جهان بیارین، یا من میفهم که یقدر بی معلومات بوده این شیخ، خودش دکتری هم داره، یقدر بی معلومات بوده یا ایست که اما قدر سرتنبه و کلشخ بوده که باید نشان بده که نه از کلگی دیگه تغییر خورده و یک از ماست که هیچ چیز ما تغییر نخورده. خب امروز همه چیز واضحه، دیگه میارن ریسرچ میکنن، تکنولوژی دارن، تکنولوژی هم پیش از اینا هست، میاین مطالعه میکنن، میگردن پیدا میکنن، میگن ای بابا کتاب شما میگین یک عالم چیزای مشکلات خود داره. و کپی ورش که من یاد کردم، این کپی ورش، کپی ورش در شمال افریقا بیشتر در حدود 20 میلیون مسلمان، شاید از 5% کلشان نه بلکه 3% مسلمان ها از اونم هم قرآنشان است، و باز 1.5% در دیگر ممالک از او روایات دیگه است که ممالک عربی از او استفاده میکنن. و در ممالک، در ممالک شمال افریقا اینا که کپی ورش مرسوم هست، اونا اینی کپی حفظ که ما داریم اینا را استفاده نمی کنن. حتی در یکی از کلپ هایی که من دیدم یک کپی چیز مانده بودن از ریاست اوقافش، وزارت اوقافش، هر چیزش که بود مانده بودن که کپی فقط یگانه کپی که باشه و کپی ورش باشه، کپی حفظ ما اجازه نمیدیم در بین مردم، این کا قرآن در اجازه نمیدیم در بین عربا بخوانن. و عین چیز هم از عربستان هم همینطور یک چیزی کردن در مقامات رسمیش، و هم یاد کردن که کپی ورش ما کپی غیر رسمی است، پیش ما مورد اعتبار ندارد، مورد اعتبار نیست، باید یعنی کپی حفظ که ما انتخاب کردیم او را باید مردم ازش استفاده بکنن، که 95% جهان اسلام از این استفاده میکنن. که یک بخش خود است، گفتم من خودم مشکل قطعا ندارم، قطعا من مشکل ندارم. چرا ما به واقعی نبودیم؟ و ما که میگم این قرآن کریم برادر ما آقای نورم که یاد کردن در مورد آیه نوم سوره هجر که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما این ذکر نازل کردیم و حافظش هستیم، ما به یقیده نبودیم که نقطه زیر حفظ کرده و زیر زبرش حفظ کرده و یک حرفش حفظ کرده، نی ما به یقیده هستم که مفهوم و هر مفهوم ارزش ها او حفظ شده و در این قرآن کریم است که من افتخار دارم براتون صحبت میکنم، و او هیچ وقت هم تغییر نخورده، او ارزش ها است. این مغز بادام بوین، چهارمغز بوین، هر چیزی که قبول میکنین، او مغز است. مسلمان ما را دور در پوست چسباندن که این پوست ما کم بگی و این پوست اگر کس گفت که اینم که خرابی داره، اونه دیدین که فرخونده گفش به کجا رسید. چینه و وحشتناک ضد انسانی نیکن تا ضد حیوانی هم در مقابلش حرکت کردن، بیرحمانه یک جوانه به اون شکل کشتن. آیا او از قرآن میفهمن؟ آیا او به قرآن ایمان داشتن؟ آیا او ملایش از به قرآن ایمان داره؟ نه بابا، اونا پوستش چنگ هستن، اینا اصلا فراموش کردن. ما او اصلا میفهمم و او اصلا ای تغییر نمیخوره، و به مو خاطر است که ما وقتی چیزا رو میخوانم و میشنوم و میبینم و میگن هیچ نوع تغییر سر من و ایجاد نمیکنه در عقیدیم. انوز یک بار من یاد کردم که عقیدیم من قایم ترام میکنن، که یک تن از بینندای عزیز ما یاد کردن که چطور فردان عقیدتان را قایم میکنه در حالی که تغییرات شما میگن که تغییرات هست، ولی برای که من دنبال پست نیستم، من در اصل هستم، در اصل هیچ تغییر نامده. عدالت هست، آزادی هست،
وحدانیت هست، خوبی هست، تمامی چیزا هست. ایت جای تو چیزای خراب نه شما نمیافین که یک چیز قرآن کریم گفته باشه مخالف عدالت باید عمل بکنید. اگر مخالف عدالت آیات عدالت تغییر خورده باشه کدام جای است؟ قرآن کریم بسیار با وضاحت میکنه، تمام پیامبرا رو فرستادیم که عدالت بکنن و امروز این عدالت در قرآن هست، در بین جامعه اسلامی کاملا اگر بگویم اکثرا برداشت شده بود، بر علیهشون مبارزه میکنن. پس این قرآن کریم و گفتم میام یک بحث دیگه است که خویی که 95% مسلمان ها در جهان همین قرآن کریم را دارن که ورش است، ببخشید حفظ است، بر روایت حفظ از قاری عاصم همین روایت داره. آیا ما گفتن میتونیم یه داره کرده میتونیم که خب حفظ پس بهترین بوده که عربستان انتخاب کرده؟ نه، ابدا نگفتن نمیتونیم، ابدا نگفتن نمیتونیم. یک کاپی بود عربستان انتخابش کرد، به هر ذریعه که بود اون سال 1924 رو انتخاب کرد، به هر شکلی که بود انتخابش کرد، در حالی که روایات، دنبال روایات که برین در کتاب های سنی ها برین که یه حفظ دروغو کذاب جعلکار حدیث یک عالم معرفیش کردن، یک عالم معرفیش کردن. حفظ او روایت کرد از عاصم که عاصمم رفیقشان بود و باز خسرشان شد، دختر خدا برش داد و در کوفان بود، از کوفه خیز رفتن مدینه و کمپاین شروع کرد تا بتانه که امی روایت جا بفته، امی روایت حفظ از عاصم جا بفته. اینا چیزاییست که تاریخ باید، اینا برادر خواهر من، ما این برنامه ما برنامه روشنگری است، برنامه آزاد است، برنامه است که این برنامه است که شما را باید بیدار کنه، شما را نباید ناراحت بکنه، شما نباید ناراحت شوید، نباید بگوین که والا خب باز مردم نشه که سوء تفاهم نشه بین مردم ما باید به خود انتخاب بکنه. ما کنترل کردن نمیتونیم انسان ها را، ما حق کنترل نداریم. پیامبر خدا را خداوند فرمود 1400 سال پیشتر لست علیهم به مسیطر، سوره غاشیه های 21 تا 26 بخوانید شما، لست علیهم به مسیطر، تو سر مردم کنترل نداری، تو مردم کنترل کرده. امروز ما در اینجا ششتیم، در امریکا ششتیم، میخواییم اروپا رو کنترل کنیم، افغانستان رو کنترل کنیم، کل جهان رو کنترل کنیم. یکی از این امیر امریکا که من فکر میکنم همون طور باید فکر بکنن. چرا؟ هر انسان در اروپا، در افریقا، در آسیا، در افغانستان خودش بدتکانه و خود بدن از دنبال روی انسان را رها بکنن و قرآن بیش خود بانن، سواد دارن، یک ترجمه خوب پیدا کنن، بخوانن کتاب که این کتاب چی میگه اصلا. به خاطر من این حقایق هر نوع حقیقتی که بارها یاد کردیم، هر نوع حقیقتی که در مورد قرآن، در مورد پیامبر ما، در مورد اسلام بیاید حقیقت، ما در خدمتان از این برنامه پخش میکنم. من به یقین هستم که وقتی به هر حقیقت ما نزدیک میشیم، ولو برخلاف عقاید قبلی ما بوده که از پدرها ما گرفتیم، ما قدم به قدم به سوی خدا نزدیکتر میشیم. ما هدف ما این است، هدف ما نزدیک شدن به خدا است، بیشتر به خدا نزدیک شدیم. و این بیار میبینین که اصلا نه قار میباشم و نه خستم احساس میکنم خدا و نه تشویش دارم و ایچ چیز ندارم، من یه حقایقی که میگیرم براتون تمام شد میرسانم، برازی که قدم به قدم من میرم به موسو و میخوایم شما را هم قدم به قدم به موسو بکشانم. از این چیزهایی که ما فقط شنیدیم، یک ملا گفته و ما قبول کردیم، و ملای متعصب بر علیه تمام کتب دیگه، کتب آسمانی دیگه، بر علیه پیروای هر کتب آسمانی دیگه، کل از اونا تغییر بوده، کلشان کافر است، کلشان مرتد است، کلشان ربطه این است، اونا ملای جاهل بوده و انسانهای خوشباور ما از اون ملا قبول کردم تا امروز. رایتان تغییر بدین شما، اگر نه والله خدا اگر بگیره بایی خوشباوری که مسلمان داره، من فکر میکنم که گروه مسلمان تعداد زیاده، اهل جهنمی ها مسلمان ها شاید باشه، باور بکنید. این من برداشت من است،
ولی مسلمان جز خوشباوری چیزی نداره. من از قرآنم برشان میتونم ناراحت است. ولی که مطابق میل از او صحبت نمی کنم. مطابق میل شما آقازاده من صحبت نمی کنم. من تسلیم خدای خود هستم. اینی کتاب است که من دارم. من جنبال و پست شام نیستم زیر و زبر و نقطه و نقطه گفته ایشون برطانم گفتیم که نقطه نداشت. اصلا دو قرن گرفت که یا تکمیل شد شاید هم بیشتر. نه زیر و زبر داشت نه نقطه ای داشت. نه. خب اینال برادر مام که آقای نور هم که یاد کردن که در لوح محفوظ چیز خدا هم که حافظش هست. خب حافظ زیر و زبر و نقطه و حرف اینا ارزش ها در لوح محفوظ یعنی من به یقینه نیستم در یک جای نوشته شده و یه همه تا مانده با کدام خط نوشته شده با کدام روایت نوشته شده بر روایت حفظ بر روایت دوری بر روایت ورش با کدامش در یک لوحه نوشته شده در لوحه نوشته در علم خدایی وجود داره در علم ارزش ها وجود داره آمده. برادر ما که یاد کردن که قرآن وحی است یا الهام قرآن کریم همین قرآن کریم یاد میکنه کلمه وحی را یاد میکنه بارها و اوحی الیک هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ اوحی الی هذا القرآن و این قرآن به سوی ما وحی شده و اوحا جای دیگه کلمه وحی حتی برای زنبور عسل هم استفاده شده و اوحا ربک الی النحل یعنی خداوند یا رب تو به سوی نحل یعنی زنبور عسل هم وحی کرده خب پس ببینید این کلمات است که با هم با واسه که بسیار تفاوت میکنه اونی که برای یک انسان برای یک پیامبر خدا وحی میگه و پیامبر خودش میگه که برای ما وحی شده و خداوند برش میفرمایه که ما بر تو وحی کردیم و ای که قرآن کریم یاد میکنه این کلمه را استفاده میکنه و اوها را بگیره نحل خداوند به سوی نحل وحی کرد خب او وحی تا این وحی فرق میکنه او تا این بسیار فرق میکنه او رو پروگرام کرده یا حتی در مورد مادر موسی علیه السلام هم این کلمه استفاده شده الی ام موسی پس این کلمات این هدف ایست که این ارزش ها خواست خدا بود که برای پیامبر گرامیش برسه و برسیده و این ارزش ها مانده در کتاب پیش ما که به نامش قرآن کریم است و من او حرفم پرستش نمی کنم نمی بوسم من می بینم که چی ارزش هایی در این کتاب است و این کتاب است که میگه که ان الله یأمر بالعدل خداوند به امر میکنه به عدالت و الاحسان و نیکی کردن و ایتاء ذی القربى سخاوت مندی برای هم نوید و ینهی عن الفحشاء منع میکنه از چیزهای بی حیایی و المنکر و ناپسند و البغی و چیزهایی که تجاوز است. تجاوز به مال انسان، عقیده انسان، ناموس انسان، شرف انسان، بارهای انسان ها، آبرو عزت انسان ها. تمامشان شامل تجاوز است. از این خدا منع میکنه. زیباترین یک آیه 90 سوره نحل است. کمی چند روز پیشتر یک تن از دوست محترمه که بسیار پیش من محترم هستن. از شمال کالیفرنیا از ساکرامنتو برم زنگ زدن و میره یاد کردن فقط من اینمی آیه کار دارم و می آیه 90 سوره نحل گفتم ما مطابق از این میخوایم مسلمان باشم و بس تمام من گفتم خوش به حالت اینمی آیه تمام چیز شامل می آیه است ما اگر وقتش نداریم اینمی آیه بهترین آیه است که دو نیم سطر است آیه 90 سوره نحل تمام چیز شاملش است اگر ما دقت بکنیم اگر ما بگیریم واقعا همه چیز برای ما میرسانه پس اینجاست که برادر ما چندین نکتهایی را یاد کردن مسئله جنگا و فتوحات و این مسائل که یاد شد که هر کس رفته و یاسی که برای تنها عرب نازل شده ولی ما هم آیات میارن آیات خودم میگن اما آیات ببینیم که گفتیم ما برشان چندین بار یاد کردیم که
و ما ارسلناک الا کافتن للناس، کافتن للناس بشیرا و نذیرا، بر تمام انسان ها ما تر روان کردیم، مژده دهنده و هوشدار دهنده. اینو یاد کردیم و آیت هم وجود داره. خب پیامبر در اون دوران بود، در اون دورانی که عمر کوتاهی که پیامبر داشت 23 سال، خدا هم میفهمید که در اون وقت او 23 سال نه فیسبوک پیدا میکنن، نه ایمیل پیدا میکنن، نه فکس و تلفن و تیاره و موتر پیدا میکنن که بتانه برای کلگی برسن، گفت برای قبط برسن میگه یمی برسن هم یاده. ولی پیامبر است که قدمی قرآن گذاشتش که و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، مطلع رحمت به تمام عالم. خب باید به تمام عالم برسه که رحمت باشه، و اون پای کتاب برسن، ارزش های این کتاب برسن، نهی که بنا اون پیامبر صدها هزار روایت را جعل کردن که امروز کاملا مسلمان را از مسیر از این کتاب دور کردن و هنوز هم دور میکنن، هنوز هم دور میکنن. ما مسلمان ها بیدار باشیم، آگاه باشیم که رای خود بهتر انتخاب بکنیم، و این مسئله فتوحات اینایی که آمد که در هر جای آوردن اسلام آوردن، ما برای همراهشان هستیم، ما با یه عقیده نیستم. اون فتوحات هم هیچ اسلامی نمیدارم، فتوحات هیچ وقت اسلامی نیست. آوردن زر، آوردن زن، آوردن زور، سه چیز زه به زه شروع میشه، زر، زور و زن. ولی خاطر نه هر چیزی که خواستن رفتن، قدرت داشتن، مردم دور خود جمع کردن، لشکر کشی کردن، شطور اسب خود سوار شدن و تاختن سر مردم تا بتانن ما عقیده خود کدام عقیده. عقیده است که امروز زردشتی ها رو که آواره کردن به هندوستان و این ها نمی کسا بودن که کلشان رفتن، تا این روز اینا نفرت دارن از مسلمان. من در برنامه‌ای که روزای پنجشنبه در تلویزیون پارس میمان برنامه هستم، که البته انشاءالله کلپایشون رو بعضا میگذارم که دوستا تقاضا کردن که بگذارین، شاید یک دیار دوستای ما خبر ندارن که ببینن. پنج شیش نفر می باشیم، مسلمان، یک یهودی، یک مسیحی، یک زردشتی، یک بهایی، یک کسی دیگه هم هست که میگه به خدا ادیان معتقد نیستم ولی به خدا یک پاور، یک قدرت ایمان دارم. همه میشینیم یک مطلب را صحبت میکنیم، صحبت. ما دوستان هم دارم واقعا. یک تن از بیننده ما یاد کردن که چهار نفر کافر کرد، چهار نفر کافر آشتی یا اینا. خب ما این ذهنیت هم باید تغییر بدیم. تا وقتی که این ذهنیت ما را کنترل میکنه، ما به سوی قرآن برگشت کردن نمیتونیم، به سوی قرآن ما برگشت کردن نمیتونیم، برای اینکه ذهنیت تعصب کورکورانه است که ما داریم. معتقدان را همه را کافر گفتیم، ولی در امریکا زندگی میکنیم. از این امکانات همین غربی ها ما بهترین استفاده را میبریم، استفاده میکنیم تا جایی که مقدور است، برای ما در اختیار ما قرار دارن، ولی ما میگیم کافر هستین شما. خب جفا است، جفا نیست که جفا به خاطر عزیز، جفا و حیف است که انسان به این عمر کوتاه دین خودم درک کرده نباشه، چشم بسته از این دنیا بره و در اون دنیا چشم بسته حشر شوه، یعنی از نعمات محروم. قرآن میگه البته امید از خوار برادر ما، عزیزای ما، و خدا بهتر بکنن. ما هیچ کس کافر کسایی هستند، انسان های بد، انسان هایی که بخواین دیگه انسان ها را مثل خود جور بکنن، عقیدهشان، لباسشان، سر و صورتشان، فقط همه را مثل خود میخواین جور بکنن به زور. اگر جور نمیشه میکشن اون انسان ها. کافر است اگر اون نامش مسلمان است، اگر اون نامش مسیح باشه، اگر یهودی باشه، اگر زردشتی، هر گروهی که باشه، هندو باشه، بودایی باشه، هر کسی که باشه، او کافر است. انسان های بد کافر است، انسان خوب هیچ وقت کافر بوده نمیتونه. این پنج شش نفر را که ما در شش نفر با هم دیگر می باشیم در برنامه پارس، روزهای پنجشنبه ساعت 9 صبح شروع میشه، 9:30 تقریبا ختم میشه. تکرار برنامه ساعت 7 شام همون روز است. من البته به یوتیوب هم میگذارم، اونا رو ادیت میکنم، فقط اون بخش هایی که 1.5 ساعت شم میگذارم که دوستا و عزیزایی که برشان قابل چیز باشن، یعنی علاقه، مورد علاقه ایشان باشن، برشان میگذارم.
اما میشینیم اونجا و یکی کافر نمیگم دوستایم هستن، عزیزایم هستن. و یه افتخار است که واقعا ما تانستیم که با هم دیگر 5-6 نفر بشینیم. من رو 3.5 سال است که امروشان هستم، 3.5 سال است امروشان هستم. امروشان رفتیم نهار خوردیم به اصطلاح خودشان، لانچاش خوردیم، شدیم صحبت کردیم، قصه کردیم، گپ زدیم، در اونجا صحبت کردیم. پیش از او، بعد از او با هم دیگر مصاحبه داریم، بسیار دوستانه و صمیمانه. و در روز اولی هم که برنامه اول که ما داشتم، آقای می بودی که گرداننده هم برنامه است، که آدم بسیار محترم و عزیزی هستن و افغان ها را بسیار دوست داره، کابل بسیار دوست داره. کابل جان میگه بسیار یاد میگیم، از در اول بیشتر یاد میکرد، اما تا این روز برای من نگفته. یک دوست برام زنگ زد و گفت که آقای میبودی افغانستان هم رفته بوده و دوران شاه ایران یک برنامه رفته بودن کابل دیدن. برنامه برگشت به قرآن بفرمایید. آقای وزیق سلام علیکم. سلام محترم، خوب هستین؟ چی حال دارید؟ تشکر، سلامت باشین. آقای وزیق من یک سوال داشتم. اول میخوام پیش از این سوال من میخوام در مورد شما یک دو کلمه بگویم اگر اجازه باشه که. خواهش میکنم. شما نه از ملاها شدید آقای وسیق جان، نه از دموکرات ها و به حساب سکولورا و اینا را شدید. راست میگم، یعنی راست. بله به خدا راستی برتا میگم آقای وسیق جان، یعنی شما یعنی قرآن را قسمه بعد با بسیار مقبول، ای کاش اما چیزی که شما مانا میکنید اما تا میبود. یعنی آدم اگر شما یک سوال میکنه در یک مورده که بسیار آشکار هست گفته که بکشید، خلاصه شما ایتون یک توضیح میده که نه والا او تو نبوده، یعنی امی همه تو بوده، کلا یه قبول هم کده، یعنی یک میلیارد و 700 میلیون انسان قبول کده که نمی همه تو رسه. یعنی یک در واقع بینانه اگر آدم مثلا در این مورد سوالای مردم برخورد کنه بهتر است. آقای وزیر من میدونم، ببینید نظرتان محترم است، این که شما گفتین مردم میره قبول کردن 1.7 میلیارد قبول کردن، برای اینکه امروز ما گفتیم دین اسلام سیاسی و اسلام قرآنی بسیار زمین آسمان فرق داره. براتون گفتیم ما اسلام، نه ما اسلام قرآنی است، ما اسلام سیاسی یا روایتی را هیچ اصلا ما مورد پسندم نیست. اونا تشریفاتش گرفتن، پنج بنای مسلمانی از هر جای پیدا کردن آوردن، مسلمان به یک مسیر کشاندن که سر قدرت باید خودشان باشه، قدرت داشته باشن، نفوذ داشته باشن، زور داشته باشن، زر داشته باشن، زن داشته باشن، همه چیزا رو به خود داشته باشن. و یارا که من میگم، یارا که رد میکنم به خاطر اینکه آیه قرآن براتون میارم. قرآن کریم نمیگه، قرآن کریم یاد میکنه که والا جان بفرمایید. خواهش میکنم، خواهش میکنم، خواهش میکنم. من یک سوال از شما کنم، همین شما ایمان مردم افغانستان تکمیل میدونید؟ ابدا نه، ابدا نه. سعی کنید ما مردم اصلا ما این باسواد دوازده باس یا یک چیز در فاکلته رسیدیم، یک معلم بودم، مامور بودم، یعنی ما این نمی قرآن تا که ترجمه نبر آمده بود من نمی فهمیدم که در مورد چی هست. یعنی مگم به یعنی سخت ایمان داشتم، درست بسیار ازش می ترسیدم که دست از الان می کنم و کنم. یعنی شما فکر میکنه که ایمان از این مردم افغانستان درست است؟ با وجودی که 99% ما و شما بیسواد داره که حتی قلم خود را نخوانده نمی داره، متاسفم عربی نخوانده، یعنی همین درست است شما فکر میکنید؟ نه خب معوی رو برتان گفتم، یک مثال پیشتر، یک نیم ساعت پیشتر دادم که شما فکر کنید کشته شدن فرخنده که یک ملا توضیح گفت فریاد کشید که این قرآن در داده یا قرآن پاره کرده، مردم مور و مرچه و را از هر طرف سرش ریختن و اون را کشتن، در حالی که امو مردم که امو بیرحمان و دختر را کشتن، یکی از اون مومن به خدا نیستن، یکی مومن به قرآن هم نیست، فقط به پوست قرآن چنگه هستن، اصلا ایمان نیست و ایمان قطعا نیست. برادری گل من، من مشکل من اینجا است. بله بسیار ببخشید، این فرق بین فرخنده و کسایی که فرخنده را کشتن هیچ تفاوت، هیچ فرق نبوده. یعنی فرخنده و نباتی اگر زن افراطی که میرفت حجاب پوشیده این را اوز و بزن اون را اوز و بزن، من نمیفهم که جای نماز یک کسی را کش کو. یعنی این فرخنده و کسایی که فرخنده را کشتن او قدر فرق ندارند.
ببینید عزیز که این جامعه من میخواستم امیر یاد بکنم که فرخنده و فرق از اونها ایست که فرخنده مقتول و اودگاه قاتل است. یعنی این که درست است که افراطی بود، بله ظاهرا شما میگین درست میگین، شاید کمتر افراطی فکر کرده، شاید ذهنیتش هم اونطور بوده، ولی دنبال یک چیزی بوده، ای که خودش میخواست یک تغییرات را بیاره در بین جامعه زنا و این آن. اما انسان ها، ما بارها یاد کردیم، انسان هایی که افراطی هستن و هنوز یعنی انسان های با خشونت نیستن محترم هستن، میتونن اون را داشته باشن، مطالعه کنن، میرسن به یک جای، ولی دست به کار شدن به همچون چیزا واضح اونها قاتلی نیست که اصلا به هیچ وقت مورد بخشش خدا نیستن. والا بخشش خداوند قرار نمیگرد. خواهش میکنم شما راست میگن استاد محترم، تا حیف که بیانی بسیار برای جامعه ما مشکل است گپای شما را بفهمند. یا شما باید که، و اگر شما اطور که شما توضیح میتین، شما را بچم تکنوکراتی و اینان میگن، در غیر از شما باید دارد مورد ملاقه که مورد تحییز تا نیسته باید بگوید. من تا همی هر چیز را که آدم جمع کنه، این همی چیزی که این همی داعش کرد، طالب کرد، این هم یا کلش یعنی از قرآن انتباه گرفته شده، از قرآن روایات بیشتر روایات بیشتر. آدمی از همی هم اینه باز برتان میگم بسیار ببخشید، خواهش میکنم، از یام دیگه این کار نکنه که نی ولایت تا نی یقینا نرمت یک چیزه هست گفته بکشین مچم درست است، درست میگه. من براتون یک توضیح میتونم، براتون یک توضیح براتون میتونم. بسیار لطف کردیم برادر گلم، محترم هستیم. بزوار است استاد محترم، تو یک توضیح نتین که بشور بردوین شوه. نه ابدا نه، ابدا نه، من نهایت کوشش میکنم. بسیار تشکر، بسیار تشکر، نه خواهش میکنم، ممنونتان، ممنونتان، مامورم توضیح میتونم. دعایش غلط کرد، طالب غلط کرد، و خدا دمو وقت اگر بم می بود این امینا انفجار می دادن. یعنی تروریزم اونم اون وقت بود، دمو صدر اسلام بود، هر کس صدای خدا می کشید سرش از آدم می شد، حتی استخبارات بود، هر چیده بود. یعنی دیگه آدم از این کار کدارا می دارن که ای نو شده، نه این هم بسرده، این همی چیزی که ما می خوانیم هست. اینا من توضیح شما را میخواهیم بشنم. من یک خط دیگر را میگیرم، باز توضیح میتونم حتما انشاءالله براتون. خواهش میکنم، خواهش میکنم، خدا نگهدار، خواهش میکنم. وعلیکم السلام. برنامه برگشت به قرآن. سلام کردم جناب آقای. سلام فاری کنم خانم نیکو، خوب هستین؟ صحت شما خوب انشاءالله؟ سپاسگزارم از مهر همیشگی شما. این صحبت های بسیار زیبایی که شما فرمودین، یک نمونه شو الان ما در این ایران داریم، اسمش هم گذاشتن جمهوری اسلامی، که شما میدونین که اصلا چیزی به نام اسلام در کشور رعایت نمیشه متاسفانه. بله، دین رو در سیاست خاطی میکنن، بزرگترین خیانت رو به دین میکنن، افرادی که ایدولوژی دارن و مردم رو فریب میدن، با احساس و عقیده هاشون میترسونن و بعد هر جنایت و دزدی و خیانتی که دوست دارن انجام بدن انجام میدن. و ما الان شاهد این خیانت 40 ساله این گروه افرادی که یک گروه تروریستی هستن که نه خدا رو میشناسن، نه دین دارن، نه ایمان دارن، نه باور انسانیت دارن. میدونید هیچ چیزی در وجودشون نیست غیر از جنایت، غیر از خونریزی. یعنی اگر میخوان به من بگن که این قوم چی هستن در ایران، من میگم شیطان و شیطان زاده هاش. متاسفانه نمونه بسیار کاملیه، متاسفم. و اسمشون شده جمهوری اسلامی، از ولی قربانی اسلام هست در این مملکت. یعنی مردم از دین فرار کردن و اینکه اصلا باورمند نیستن. از هر کسی سوال میکنی، میخوایی راجع به دین و خدا و مهربانی خدا هست کن، اصلا اینو صحبت دیگه با ما نکن. ما 40 ساله داریم میبینن. بله بله میبینن، عملا میبینن. بله، جنایتکارا با این مملکت چیکار کردن؟ پس بنابراین چیزی که خداوند، اگر رجوع کنیم به کتاب رب العالمین، دو تا آیه کلیدی در قرآن هست که دو سوره بقره آیه 62 و سوره مائده آیه 69 که میفرمایند مسلمن کسانی که ایمان دارن، کسانی که یهودی هستن، کسانی که مسیحی هستن، کسانی که چیش تازه رو برای خودشون انتخاب کردن، هر کسی به خدا ایمان داشته باشه و به روز آخر
زندگیش هم بنا پرهیزکارانه باشه، پاداش خودش از پروردگارش میگیره، ترس و غمی نداشته باشه. بله. این زیبایی خداوند در پای رفعت و مهربانی و بخشش و عفو و دعوت و برای بندگانش باز میکنن. چون در قرآن ما یاد میدن من از عذاب دادن و زجر دادن شما چه رفتی میبرم، اگر شما واقعا خودتون رو شناخته باشین که هدف این دنیایتون چی هست. ولی ما انسان ها چون به قرآن رجوع نمی کنیم و میشینیم پای صحبت یک عده ملاهای فریبکار گرگهای وحشی در رده به نام ملا، به نام ملا، اینا در رده ترین کثیف ترین موجوداتی هستند که یعنی نمایندگان شیطان. خداوند ببینید در سوره یونس آیه 25 اینقدر این آیه برای من زیباست، هرچند آیه بسیار کوچکی هست ولی کتاب ها راجبش نوشته شده باشه کمی. می فرماید خدا به جایگاه صلح، پیس، آرامش دعوت میکنه. خدا به این چیز ما رو دعوت میکنه و می فرماید خدا هر کسی رو که بخواد هدایت بشه هدایت میکنه. کاملا. هر کسی که بخواد، یعنی این فقط دعوت رب العالمین. کاملا. خواست خود انسان مدرس در اوجه. بله بله. آزادی انتخاب خداوند، چون اگر که همونطور که در همین سوره یونس آیه 99 میفرماید تو میخوای مگه مردم رو مجبور کنی ایمان بیارن، اگر اون اجبار باشه توش ایمان نخواهد بود. بسیار دقیق، بسیار دقیق، بسیار تشکر. بنابراین آن چیزی که ما رو واجد شرایط میکنه که خودمون رو به عنوان یک تسلیم شده به خدا بذاریم این هستش که اول ایمان بیاریم، باور داشته باشید که خالق آسمان ها و زمین از درجه رحمانیتش، از درجه بخششش، از درجه عفوش، از درجه مهربانیش که به ما یک فرصت و آخرین فرصتی داره برای تصحیح افکار، رفتار، گفتار و چیزی باشیم که خودمون اول از این صفات استفاده بکنیم، اولین شعاع آرامشش به خود ما برمیگرده. پیس و اون وقت ما در وجود خودمون که خداوند ما رو به این دعوت میکنن در این آیه ما در خودمون اینو احساس خواهیم کرد. بنابراین اونهایی که نمیذارن ما به این قرآن دسترسی پیدا بکنیم اونا جانیان و خیانتکارهای اول به خدا هستن، دشمنهای اسلام هم اونها هستن. واقعا هم به خدا خیانت میکنن هم به پیام قرآن خدا که کلام الله هست به این کلام مبارک خیانت میکنن. و این کسایی که به اونا خیانت میکنن آیا به ما ها میتونن مهربان و صدیق باشن؟ ابدا نه، ابدا نه. بلی بلی. پس ما وظیفمون در مقابل اینجور افراد چیه؟ رجوع به تنها کلام مبارک الله که حقیقت رو به ما میگه و میگه من شما رو به سالای صلح، پیس، آرامش دعوت میکنم. با سپاس از وقتی که میکنم لطف کردی خواهد انشالله نوع بشر در این آخرین فرصتی که به دست آورده به تنها یک تنابی که خداوند در قرآن برای جامعه من که به عنوان مسلمان هستم قرآن و برای تسلیم شدگان مسیحی و یهودی کتابهای خودش کامل کامل. سلام علیکم. و علیکم السلام. برگشت به قرآن بفرمایید استاد محترم. بسیار ببخشید. خواهش میکنم. شریک شما. خواهش میکنم بفرمایید. خانم کل از راضی هستن از آیاتی که آمدن، مگر من آیاتی که آمده درست نمیفهمن. استاد محترم، یعنی همی چیزی که دایش میکنه کل در ایت قرآن نبوده؟ امیر میخواستم امیر توضیح بدم براتون در مورد آیات جنگ اینا. امید است که این مطلب حلام شوه و من براتون یک توضیح مختصر میتونم میده در این مورد. امیر خواهش میکنم. خدا نگهدارتان باشه. بله امیر برادر ما که پیشتر رو یاد کردن و حالی هم که گفتن پردن بکشین و امیر قتل و خون و غارتی که امروز هست در جهان کشتن و این مسائل آیه هیت نیست. بله در قرآن کریم موجود داره آیاتش، اما در کجا بر علیه کی؟ این بسیار مهم است. در کجا بر علیه کی؟ آیه 191 سوره بقره را شما بخواین میگه وقتلوهم حیث ثقفتموهم، وقتلوهم حیث ثقفتموهم، هر جایی که پیدا کردین ایشان را بکشین. خ
خب بسیار آیه با خشونت معلوم میشه، بسیار با خشونت معلوم میشه اگر ما همه قدر بگیریم بخوانیم، در حالی که در میان آیه 191 و اخ میفرمایید که و اخرجوهم من حیث اخرجوکم، خارجشان بکنین، بیرونشان کنین از اون جایی که شما را بیرون کرده، یعنی از خانه و دیار شما، از خانه و دیارتان که شما مسئول در امان زندگی میکردین، آرام به حق کسی احترام داشتین، این آن همه چیز، یک گروه آمد و میگن که یا دینتان را تغییر بتین یا میکشیمتان، خانه‌تان را میگیریم، مالتان را، زنتان را، دخترتان را، و اگر هر کس فرار کرد فرار کرد، یا تسلیم ما شوین و به دین ما بیاین، هر چیزی که شما انتخاب میکنین. خدا میگه نه، آزادی عقیده باید باشه که انسان ها خودشان انتخاب بکنه، و میگه که اونو او انسان ها را هر جای پیدا کردین شما بکشین، برای اینکه از دیار خانه تان شما را راندن، و اخرجوهم من حیث اخرجوکم، از امون دیار خانه که اونا غصب کردن که حقشان نبودن، مالکشان شما بوده، قوالش به نام شما بود، اونا غصب کردن گرفتن و خانه تان را پس بگیرین. آیا کجا از این بعد است؟ دو آیه بعدش بازیات میکنن، و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله، آیه 193 یاد میکنن که شما بجنگین با ایشان تا وقتی که این فتنه خاموش شود. کدام فتنه؟ همین فتنه که انسان ها به یک عقیده هستن، احترام به دیگر را دارن، تجاوز نمی کنن، آرام در خانه خود زندگی کردن، یک گروه دیگه می آید سرشان می تازه دایش و القاعده و اینا می آید می تازه که یا عقیده تان مثل ما شود، یا دخترتان می گیرم، زنتان می گیرم، مالتان می گیرم، خودتان می کشم، شوهرتان می کشم، خود از دست خلاص. خدا میگه بکشش، اصلا از بین ببر، اینا موجودات شریرترین موجودات عالم، از دید قرآن کافر امینا هستن، کافر امینا هستن، کافر یک مسیحی نمیتونه باشه، یک یهودی نمیتونه باشه، یک هندو نمیتونه باشه، یک بودایی و زردشتی باهایی نمیتونه باشه، کافر اونا با یک عقیده هستن، عقیده خود همونطور انتخاب کردن با پیس و صلح و سلامتی زنده، ابدا کافر نیست. برای مسلمان کافر غلط فهماندن، یک کلمه را غلط فهماندن، در تمام قرنها تجاوز سرمی مردم کردن. کافر گفتش که سرش تجاوز کرد، مسلمان حاضر شد برای تجاوز بکنه، گفت سرش تجاوز بکن، زن شما بستوز، دختر شما بستوز، مال شما، سرزمین شما ما میگیریم، دولت اسلامی ما کلان میشه، کافر است، کشتیش خلاص. در حالی که همه شان مؤمن است، اگر با پیس و صلح و سلامتی زندگی میکنن. اگر اونا تجاوز بکنن سر یک مسلمان، یک گروه مسلمان، اونا کافر میشن، و مسلمان حق داره که در مقابلشان چیز بکنن که بخواد دینتان را تغییر بدین یا دین ما را قبول کنن یا کلتان را میکشن، مثل که دایش انجام میدن کاملا. والا من آیات زیاد دارم در این مورد، بنامه برگشت به قرآن بفرمید. جناب آقای مسجد، من مجددا خواهش میکنم بفرمایید. قرآن مجبور شدم چیزی رو بگم. در مقام اول از این بیننده شما تشکر میکنم که به صحبتهای من گوش میکردم، بسیار ازشون ممنونم و این دقتشون رو تحسین میکنم. در مقام دوم این که قرآن در مقام دفاع از خودمون، اگر آیات خدا رو توجه بهشون نشون ندادن، خدا من اول میگم باشون نشون، اگر ولی مجبور شدم به شما هم بکردم، خدا اجازه دفاع میدهد. بله. برای خداوند که کاری نداره که هر کاری رو بکنی، این انسان ها رو گذاشته که تمام ماها اینها رو ببینیم درسی باشه، شخصیت های باورمند و غیر باورمند برای ما مشخص بشه. ما نمیتونیم یک آیه از توی قرآن رو برداریم بله. و بگیم خدا اینجا میگه بزن بکش و بقیه آیه ها رو نخونیم که پر از رحمت، میگه شما حتی حق نداری، حق نداری به کسی که حتی داره کلام من رو بعد میگه تعرضی بکنیم، ناراحت از اونجا باشیم بریم، نمیگه بلنشیم بریم بزنیم. این خبرگزاری فرانسه بود چند سال پیش، زدن تمام این سازمان رو از بین بردن و کشتن و خون و خونریزی که چی؟ توی قرآن بهش یا عکس کاریکاتوری از پیامبر اسلام کشیده بودن. اصلا یه چیزی رو خداوند در قرآن که نمیگه، ولی چرا این اتفاقات میفته؟ برای اینکه اینها قرآن رو که نمیخونن به درستی، از پیروی هم نمیکنن، متاسفانه حدیث میخونن، حدیث های ویرانگر، حدیث های گمراه کننده ای رو میخونن.
و وقتی هم حتی اگر قرآن رو به دستشون میگیره، خداوند در قرآن به ما میگن اگر صادق نباشی، اگر در مقام تسلیم یعنی یک مسلمان باورمند نباشی، این آیات من میتونه چیکار بکنه با تو؟ تو رو گمراه‌تر بکنه، چون در وجودت ناپاکیه، در وجودت صداقت. اینها برادر نازنین من که شما اینطوری اعتراض کردین، بسیار محترم و زیبا که توجه نشون میدین، لطفاً به اینها هم توجه نشون بدین که خداوند در قرآن میفرماید کاور صفحه به صفحه قرآن رو بخونید که به پیام راستین خدا پی ببرید. هدف این گفتار که وقتی دیگه مقابله بکنید، در اینکه اگر که قرار بشه ما هی بشینیم بیان از ما بکشن، آیا این فره؟ آیا این درسته؟ منی واقعا بسیار تشکر. یک حقیقت مسلمه مقام دفاع. سپاس گذارم. خواهش بگیرم. لطف کنید خواهر گلم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. ببینید در این مورد، حتی در این مورد که دیگران تجاوز کردن و شما از خود دفاع میکنین، در موقف دفاعی هستین، اما قرآن دقت و زیباییش عزیزای من گوش بکنن، آیه 61 و 62 سوره انفال، سوره 8 ما بخونیم، و این جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله. حتی در موقعی که تجاوز هم کردن، اما یک حالا سرشان میگه که میگن دیگه والا دیگه بس است، چیز نمی کنیم. و این جنه السلم اگر به آمادگی برای صلح نشان میدن، فج نهله ها شما هم باید آمادگی نشان بدین، با واسه که اونا تجاوز کرده بودن. و توکل علی الله، آیه بعدیش میگه و این یورید و ان یخدعوك فان حسبک الله. حتی اگر اونا با این آفر پیشنهاد صلح کردن مخلص نباشند، به خاطر باشه که یا قدرت خود تحکیم ببخشن یا هر چیز دیگه، حتی اونمو صلح که انوز معلوم نیست که صلح پایدار شود، حتی امورم بپذیرین. قرآن کریم میگه و این یورید و ان یخدعوک فا این حسبک الله، خدا براتون کافیست. اگر اونا خیانت میکنن، خدا براتون کافیست، همون صلح را قبول بکنین، بشینین با هم دیگر انسانواره صحبت بکنین، شاید بتونی یک راه حل بر معضلتون پیدا بکنین. با واسطه که اونا متجاوز بودن و شما بیگناه بودین، اما اگر اونایی که متجاوز بودن میخوان صلح بکنن، باز هم صلح بکنین. نگوین که نه دیگه، حال ما نمیمانیم شما را ایتون. برنامه برگشت به قرآن بفرمایید. برنامه برگشت به قرآن؟ برنامه برگشت به قرآن بفرمایید. استاد محترم مجددا سلام خدا عرض می‌کنم. خواهش می‌کنم. استاد محترم چون خانم محترمه، بسیار خانم خواهر نیکوی ما بسیار قرآنی هستند، من اینا رو میشناسم، بسیار قرآنی هستند. باز دست من به خاطر جمعی جواب از اینا گفتم قرآن کسی نمیخونه، اصلا اینطور وجود نداشته، اینطور بوده همین که پیغمبر اسلام میبینید که از خانش کشیدن، از او خاطر بازی آیت آمد. من سعی کنید استاد محترم همین قوم بنی قریظه را مسلمان ها قتل عام کردن، به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه اینا قبلا یک مایده با پیغمبر داشتن که اگر تجاوز صورت میگیره یا چیزه ما دفاع میکنیم، شما را یا کتان میریم یا چیزه. این پیغمبر در این جنگ بود، در اون جنگ بود، در جنگ چی که شما خبر دادید، خلاصه در جنگ بدر اینا را میبردن، از این برای یا گشتن گفتن که او برادر این چه دقیقا پیغمبر است که ما را هر روز در جنگ میبره. رفتن طرف کار خود. اینا مردم سرعت پیشه بودن، مردم زراعت پیشه بودن، پیسدار بودن. مسلمان ها خوب کدام کار نداشتن، در مدینه خوب بودن و همی دوزی و رازنی میکردن. یعنی امی خانم برای من جواب بده که در کجای عدی امی که قتل عام کرد بنی قریظه را، پیغمبر اسلام و امی صفیه را، یکی از دخترای عدی ها را در نیم را کرد خود، امی کجای صفیه ای را بخشیده بود؟ کجای عدی الله عمر کرده بود که شما برین سر عدی قوم عمله کنین؟ اینا فقط رد شدن به خاطر عدی که گفتن ما نمیخواییم جنگ کنیم که دیگه چور چپاور نمیخواییم. مردم بسیار تشکر دوست ما، خواهش میگم، خدا نگهدارتون. برنامه برگشت به قرآن بفرمایید. آقا شیخ صاحب محترم سلام علیکم. سلام محترم، خوب هستین؟ صحت شما خوب، تشکر، بفرمایید. مهربان هستین، بفرمایید. بابا چه جوری میگه؟ سه روز پیش
آقای بعد در برنامه خود گفت آقای شما میتونید که از طریق همتاری تان برینیم برنامه سعی کنید. گفت که هر کس که مشکلات خود از طریق فالبینی حل میکنه سنت خدا را بجا میکنه و این با قرآن نیست مگر در کل تفسیر نشته است. و باز دکت زنگ داد گفت که نه در قرآن نگفته که تو باید از فالبینی کنید دیگر کنید. گفت از شما یاد کرد گفت شما کسید خدای نخواسته شما را گفت شما باهایی شد و شما نمیفهمید شما از طریق عربا پیش بگید شما عربا را و این برنامه کنید سی روز پیش همی چیز گفت و حالون عبرت گفت برنامه چه باید سعی کنید شاید دو در تندر باسته یا تشکر ببینید اشکال نداره اونا آزاد هستن نظر خدا میتن ما شما آزاد هستیم نظر خدا بتیم اما همین مطلب قرآنی نیست و شما هم گسخ خوب یاد کردین که از در قرآن نیست ولی کسی دیگه هم گفته که در قرآن کریم نیست ولی در روایت است در روایت ما یاد کردیم که هر چیزی را که شما بخواین به خدا و پیامبر و اسلام نسبت بتین هر چیزی که یا حتی گفتیم هر جنایتی را که نسبت بخواییم بتین به دین اسلام حتما در یک آشه یک کتاب یک چیز نوشته است روایات قدر زیاد بوده کاملا من شما را تحقیق میکنم محترم هستی درست نیست که مردم یکم که توت ندارد یا یکم که ست ندارد بگه پای از او قبول کنن از دین بگردن بسیار تشکر شما از قرآن جمع بگذاریم شما از قرآن جمع شما بسیار بسیار واقعی سید خدا همراهتان باشه خداوند همراهتان باشه و بسیار خوشنم که تماس گرفتین مکتب سر یک مختصر میکنم بسیار لطف کردین تشکر خواهش میکنم خدا نگهدارتان باشه ببینید که همین زیبایی آزادی بیان همی است که اونا امی آزادی را دارن که چیزی که برداشت کردن بگوین ما امی آزادی را داریم که بیان خود را ابراز بکنیم بینندای ما انتخاب خود را بکنن بینندای ما باید به کار بفتن مطالعه بکنن ببینن که راستی حقایق در کجا هست و این رایست که ما باید پیدا کنیم آزادی بیان بری کاملا آقای عبرت و برادر خواهر دیگه و هر کسی که هستن امی آزادی را دارن که بیان بکنن ابراز بکنن نظر خود را اما ای که اگر ما بیدار شیم من چرا رو نمیشنم من چرا چون به موعقیده نیستم من به موعقیده نیستم که فال ببینم و فال بینی بکنم و به فال باید من میگم که این کتاب است میگه رای راست اگر بر رای راست تعقیب کردی به هدفت میرسی اگر رای کج تعقیب کردی سرگردان روزتام ضایع میشه انرژیتام ضایع میشه پیش خدا مسئول پیش انسان هم مسئول این هم نباید انجام بدیم برنامه برگشت به قرآن بفرمایید سلام علیکم آقای شیرزاد هستین؟ بله آقای آقای شیرزاد عزیز خوب هستین بفرمایید آقای وزیق من اول گپای خدا میگم چرا که صدای نکاس میکنه صدای شما بعدی میرسم من مشتایی من خواست ندارم یک پیشنهاد دارم بله بفرمایید من خواستم آقای وزیق براتون بگویم که این همین قرآن شریف برای خودتان معلوم است که 50 رقم ترجمه کردن مردم فریب دادن اگر شما میخواین یک نام از شما در تاریخ بانه همین قرآن رو ترجمه کنین همون جایی که نوشته شاید این کار شوه یا آیا ندیدی که آسمان و زمین موجودا کردیم اینیا را کلوش رقم گم ترجمه کرده که هر کس امیره بخوانه پایین قباد بسته میکنن و او طرف منده شما امیر ترجمه کنین خیر این اصل شما را بعد گفتن اصل دیگه با خدا شما قهرمان شما یک شخص مقدس میزازن با خدا قسم 99% ترجمه قرآن غلط است ما از عزیزا خواهش میکنم هیچ ترجمه در قرآن درست نیست شما یک اندازه را بیاد بگیرید یک اندازه شما را بیاد بگیرین که شما را فریب داده در نیم قرآن است که آیا ندیدیم موسی چی کرد ما به کجا دیدیم آیا ندیدی آسمان و زمین دیر کلش آیا ندانستی آیا پسر نکدی چیزهای ترجمه کردن ولی ما تا چی هست کشی اگر عرب بریم حضور کنیم توی عرب جان بیا بادار ما است یمیره بر ما ترجمه کن با خدا ما نفرت پیدا کردیم شما میره ترجمه کنی هر کت ایمان آورد میاره که ناورد شما مسئولیت وجدانی داره ادا کردین من بسیار رنج میبرم همین ترجمه قرآن رو میخوانم خواهش میکنم چی ترجمه دارم از چه ترجمه رو باید سر بتم کدامش صحیح کدامش نیست کدامش
عربی پیش از او برو، پیش از او برو. دیگه فقط سهلمندی برات میخواه، خدا کن آزرده نشد. میخواهش میکنم، میخواهش میکنم، لطف کردین، مهربان هستین. و آقای شیرزاد هم بسیار چیزهای زیاد میگذارن و به یوتیوب اینا کامنت های زیاد میگذارن. دوستا با یکی دیگه کامنت ها کامنت بازی بگیم یا رد و بدل و مبادله افکارشان که جای خوشی است. اینا محترم هستن، آزادی عقیده خود دارن، عقیده خود آزادانه ابراز کردن، همین جای خوشی است. و همین فضایی که ایجاد شده که انسان ها عقیده خود آزادانه ابراز میکنن، نظر خود آزادانه ابراز میکنن، جای خوشی است. امیدوار هستیم بتونیم به نتیجه برسیم. برنامه برگشت به قرآن بفرمایید. سلام علیکم آقای رشید. سلام محترم، خوب هستید؟ شکر جا شهرمند باشین. سلامت باشین. برادر پیشتر ما چند بار آقای بسیدن زن در باری قرآن میشن. بله. من تأثیر جالی هم دارم. بله. درست تأثیر جالی در رشته خود درست است، وارد هستم داره. شما بسیار تبدیلات خوب شدین در باری قرآن. قرآن اولش اینو اول هم بشن اول هم بشن و آخرش سعی نمیکنم وقت همین ختمه که شما گفتیم وقت سلوهم حیث لقبتموهم وش انا بيبين واخر يشوف من حيث اخرك بلي بلي اللي قلت لك مسكين هم متوالا انا بيك انا بيبين خو بسات بول فايتورا ما شما داريم چنين دكتورا دارن در قرآن وارد نيستن اي خواهد كتن مرشتي حتى يک نکتر هم یه پیشی فراموش میشه باید یاد بکنم که من حتی یک جای از یک کلپ شنیدیم از یک کسی و کتاب را شنیدیم. در کتاب نوشته کردن همه قدرشه، در یک کلیپ ویدیویی همه قدرش نوشته کردن که وقتلوهم حیث ثقفتموهم، یعنی خودش واقعا تکان دهنده است، واقعا یک دین خشونت نشان میده. اما دیگهش اگر تکمیلش بکنن بر مردمی که عاقلانه فکر میکنن میفهمن که والا از یک خانه و دیارشون اینا رو کشیده که میخواین جنگ بکنن، یعنی واضح تر میشه واقعا قصدا هم همین کارا شده. بله بالکل. آخر آیه رو نمیبینید یا همیشه مشکل ما دینا میتوقای وقتیشی دیگه ای که خود خداوند گفته آقای وثیق که اگر یک انسان شما به ناحق میکشین مثل که تمام عالم کشته بودید، یک انسان اگر از مرد نجات بده مثل تمام عالم نجات داده. کاملا. بله بله. قرآن سوره مائده. بله. اور مثلا یک حدیث تا معتبر است، من تعالی الله و شهادت به صدق بلغه الله منازل الشهداء و این ما در فراش می کسی از بارگاه خداوند به اخلاص طلب شهادت کنند، خداوند به وی مراتب و درجات شهادت را نصیب می کند ولو در بستر خود مرده باشد. اول از این چه شما چی رقم قرداشای دروس نظر میگه میگه اگر کشتی غازی استی بله کشته شدی شهید استی کامل توجیهات چقدر درست دانه شده این چیزای که متوانی نمی فقط میگه بکش که غازی شهید با تاسف بله برای این چیزا رو اینا مطالعه نمی کنن نمی بینن. اگر ما 20% به قرآن مراجعه کنیم از قرآن پیروی کنیم شما باور کنین آقای وثیق بسیار از مشکلات ما حل میشه. بسیار بالا، بسیار زیاد. بله. شک من ندارم، شک من ندارم کل ما شما میدانی میره واقعا. اما مردم را نه تنها از قرآن دور ماندن، بلکه امروز هم میخواهند که مردم را به انواع مختلف از قرآن دور بکنند. همین واعظ مبلغ است، متاسف هستم شاید یک فیصدی بسیار اندکی باشه که بتانند مردم را به سوی حقیقت قرآن بکشانند، اما اکثرا همین کار میکنند که این جفای بسیار بزرگی به دین و به بشریت و به انسان و اسلام و مسلمان و خدا و همه چیز است. واقعا بسیار تشکر از شما. خواهش می‌کنم آقای یک نقطه دیگه جان بفرمایید. بفرمایید. حالا ما خود ما اولادار من و شما باور کنین اولادای ما چندین رشته ها را خواندن، دکترا دارن، دیگه باور کنین از دین خود آنقدر بی خبر هستن، حتی باور کنین که اگر وضو خود درست نماز خود اینا درست راست میگه ما بی خبر جو از دین نمیشد. باید از همه چیز از تکنولوژی یاد بگیرن بخوانن، کوشش کنیم که از دین خودم تا اندازه با خبر باشن. کاملا کاملا بسیار درست میگین. بسیار درست میگین. بسیار میخواهش میکنم بر شما همچنان خدا نگهدارتان. علیکم السلام. برنامه برگشت به قرآن بفرمایید. صدیق گرامی سلام. سلام آقای انام محترم، خوب هستین؟ بفرمایید. خدا کنه نگیم که در آخر دقایق آخر ولی خود یک پنج دقیقه وقت داریم انشاءالله. بله یک پنج دقیقه وقت داریم. اوقدر ناوقت نیست، اوقدر ناوقت نیست، بعضی روزا یک دو دقیقه بیشتر نمیمونه. بله بفرمایید. اما صدات گرامی ما بار بکنیم که شاید زیادتر از سی بار امروز زنگ زده باشد اما رخ میشد اما کسی من میدانم این مشکل هست. راست میگه.
یک اندازه ناامیدی در دل ما مخصوصه، شاید که شما نخواهیم بگن. نه خواهش میکنم بفرمایید که از وقت استفاده کنیم. بله یک شوخی است. خواهش میکنم. خب سوالات زیاد است استاد وسیط گرامی. مثلا وقت پیش بازم یک بند از شعر حافظ را میخونم بر شما، یک تفسیری دارم راجع به این. حضرت حافظ میفرماید که حافظا می کرو رنگی کرو خوش باش، ولی دام تدبیر مکن چون دیگران قرآن را. وقتی که من تاریخ نام را میخوانم، قرآن در طول زمانه ها حتی در زمان پیامبر محمد هم دام تدبیر شد برای چور کردن، برای چپاول کردن و اقسام مختلف. اما بعد از رحلت پیامبر این صحیفه یا این قرآن به دست ابو سفیان افتاد که ما هم مسلمان های ابو سفیانی هستیم، چون با زور و شمشیر آمد در سرزمین ما. اما مهمترین رکنی که امروز من میبینم دام تدبیر است، چه در درون افغانستان و چه در بیرون مرز افغانستان. قرآن یک دام تدبیر شده. من چند روز پیش بارها با دوستایی که وفات میکنن در جنازه حتما میرم و در فاتحه نمیرم و در ختم در آخر اگر دوستایی که فرهنگی باشن میرم برای صحبت کردن. وقتی که میرم میبینم که به اقسام غذا است، به اقسام بیوجات است، مثل یک پارتی وارد. بله. اما اسلام وقتی که من میخوانم، در اسلام گفتن که بعد از اینکه میت به خاک سپردن، بعد از آن مردهدار میره طرف خانه خود و عزیزان میره طرف خانه خود. من این ابلاغ میکنم که چرا امروز معززین یا واعظینی که مثلا در جنازه حضور پیدا میکنن، همین چرا ابلاغ نمیکنن که این کار غیر اسلامی است، این ختم غیر اسلامی است، این نمیدانم این فاتحه غیر اسلامی است، چرا این را در خفا نگاه کردن؟ من فکر میکنم که این یک سوی استفاده از اسلام است. اطمان من یک تفسیری دارم روش، یک تفسیری روش دارم. بله. یک صحبت کوتاهی نگاه میگیرم. بله. ولی که امروز یک تعداد از ملاهای هستن که قرآن برشان آید است، در این مسجد برو، در این ختم برو، در این مچون نکاح برو، در این ایبرو $500 و $600 میگیرن. این دام تصویر نیست. من یک چیز دیگر هم ابلاغ میکنم. واقعا میتونم که مثلا نکار خاصم ارام فری مثلا برای مردم بین ببندم، مثلا در جنازه میتونم بره به طور آزادانه به این صحبت بکنم بدون از اینکه دریافت یک پینی توقع داشته باشم. اینه من میگم که باید معزین، کسایی که واعظین هستن، اینا به ابلاغ بکنن که این مسائل غلط است، این مسائل پیش پا افتاده است، این مسائل فقط دام تزویر از قرآن ساختن. بسیار تشکر. لطف کرده. نه بسیار تشکر آقای انام. من اکتب سری دارم روش میکنم و دیگه باز وقتم پورا میشه. بسیار لطف کرده. خدا نگهدارتان باشه. ببینیم که مرد یک آقای انام که محترم یاد کردن که در از زمان پیامبر همی از قرآن سو استفاده شده، اینا فقط در اونم نقطهش من هم نظرشان نیستم، برای که بعد از اون بله شده دیگه. در انسان است، انسان عادی وحی نمیگیره، پیامبر خدا وحی گرفته و این قرآن را که من عظمت و بزرگی کتاب را میبینم، واقعا من شخصا یعنی بسیار مجذوب از این کتاب هستم، برای اینکه میفهمم در این چی هست اصولش. گفتم من پشت پوستش نمیگردم، پشت مغز این کتاب میگردم میبینم در این چی هست اصول است که از باز بر میگردم 1400 سال به عقب که آمده، اون موقعی که اصلا هیچ نه تکنولوژی بوده، نه تعلیم و تربیه بوده، نه بسیار فوق العاده اندک بوده. در اون دوران من میگم نه، واقعا کلام است که استثناء هست از زیباییش و من این زیبایی را کوشش میکنم تا جایی که مقدور است دست خلال برنامه ها برای دوستا و عزیزای خود بدیم در چیزان. این که یاد کردن که دام تزویر هست، واقعا امروز من یاد کردم، امروز هم در برنامه یاد کردم که امروز پرمنفعت ترین بزنس دین است امروز، واقعا بخصوص در بین مسلمان ها، حج و نماز و هم مسجد و اینا تماما هم امروز پرمنفعت ترین بزنس است که در بین هست و به او خاطر هر کس دفاع میکنه از این، هر کس دفاع میکنه که باید داشته باشه. و یکی یاد کردین مسئله فاتحه، بلی در زمان پیامبر خدا نبود، در زمان پیامبر خدا میت دفن میکردن، دعا میکردن، میرفتن خدا همراهشان باشه و دعا میکرد کلگی میرفتن و تمام بود. اما یک توجیه من میبینم درش که توجیه است که خب در اون دوران قریب بود که کلگی یکی دیگر میشناخت،
می آمدن دعای میکردن میرفتن، اما امروز به اون شکل یکی از شمال کالیفرنیا، یکی از استرالیا، یکی از کانادا، یکی از یک جای میان، خب یک امکانات هست که بشینن و اینا. این که اما در این که اگر محفل ها میگیرن، اگر میگیرن هم چی صحبت میشه؟ آیا صحبت های انسانی هست؟ قرآنی صحبت میشه؟ جای خوب است. اگر روایات پس خرافات و اینان و ضمناً تجمل و مصارف گزافه که هست، امیدوارستم ازش جلوگیری صورت بگیره. دیگه بسیار تشکر از دوستان، خطای ما همه روشن و ما از دوستان تقاضا میکنم که یک در وقت اگر چیز بکنیم شاید بتونیم بیشتر خطا رو بگیریم. دیگه شما را به خداوند سبحان میسپارم، خداوند یار و مددگارتان باشه.